سلام بر شما، شب و روزتون بخیر در هر کجای دنیا که هستین. به یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدین. در برنامه این هفته دکتر علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عراق با ما خواهند بود و پیرامون انتخابات عراق و پیش بینی ها در مورد تشکیل دولت جدید و نقش جمهوری اسلامی در عراق رو با ما بررسی خواهند کرد. اما شیرین نجفی، عضو کمپین دفاع از زندانیان سیاسی از ترکیه، گزارشی خواهد داشت از اوضاع زندانیان سیاسی محبوس در بند جمهوری اسلامی. در پایان هم نگاهی داریم به بازداشت گروه هپی که در ایران و دیگر نقاط دنیا جنجال زیادی به پا کرد. با ما همراه باشید. نماینده منصوب علی خامنه‌ای در سپاه در سخنانی در هفته گذشته با تمجید فراوان از رهبر جمهوری اسلامی وی را همانند حضرت علی نامید که تنها شده است. به گزارش سایت بصیرت، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در 20 همایش هادیان سیاسی سپاه گفت حکومت مردم سالار سکولار در تاریخ جمهوری اسلامی همواره در مقابل حکومت دینی قرار داشته است. سعیدی جریان خط امام را به صحابه پیامبر تشبیه کرد و گفت حامیان روح الله خمینی در برخورد با علی خامنه‌ای همانطور برخورد کردند که صحابه پیامبر با حضرت علی برخورد کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه گفته خواص جمهوری اسلامی پس از مرگ روح الله خمینی مرتکب همان اشتباهی شدند که خواص صدر اسلام پس از مرگ پیامبر مرتکب شده بودند. علی سعیدی آشکارا اعلام می کند که طرفداران آیت الله خمینی در سپاه رهبری علی خامنه ای را قبول ندارند. سعیدی این مسئله را بیشتر می شکافد و می گوید که در دوران رهبری علی خامنه ای همچون دوران حضرت علی مطلق گرایی صحابه پیامبر تکرار شده است. وی بی آنکه به نام جریان خط امام اشاره کند ابزوده اگر فرد در یک دوره‌ای پیرو رهبری است، در دوره بعد و در زمان رهبری بعدی هم باید پیرو رهبر باشد. تفاوت در برداشت از حکومت دینی، سکوت خواص در برابر عوامل فتنه و عدم توجه به عوامل پشت صحنه فتنه، سه شباهت دیگر دوران رهبری حضرت علی و علی خامنه‌ای از نظر سعیدی است. این روحانی محافظه‌کار همچنین گفته عدم توجه به تفاوت‌ها و متغیرهای دو اصل، هشتمین شباهت دوران رهبری خامنه‌ای با حضرت علی در صدر اسلام است. سعیدی در این زمینه اظهار کرده قیاس عصر علی با عصر پیامبر غلط است. صحابه میگفتند پیامبر با اهل قبله نجنگید، چرا علی با اهل قبله میجنگد؟ در عصر امام خامنه‌ای با عصر امام نیز تفاوت وجود دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود برای حکومت مردم سالاری سکولار که برخی در جمهوری اسلامی به دنبال تحقق آن هستند 20 شاخص برشمرده است. وی گفته در چنین حکومتی خاص مردم بر خاص خدا و دین ترجیح داده شده و مشروعیت رهبر از جانب مردم بوده و اعتقاد بر این است که رهبر باید سلطنت کند و رئیس جمهور حکومت. تقدیس علی خامنه ای از زمان آغاز رهبری او بلافاصله پس از مرگ خمینی شروع شد. از خامنه ای که پس از رهبری یک شبه از حجت الاسلامی به آیت اللهی ارتقا یافته بود، در آغاز تنها تمجید می شد و تلویزیون حکومتی گهگاه در مدح او سخن می گفت. به تدریج بر شدت تمجید از خامنه‌ای افزوده شد و مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی و نیز منصوبان او برای ریا و تزویر و نگه داشتن مقام خود رو به اغراق گذاشته و بر تمجیدها و مدح‌های خود افزودند، تا جایی که وی را شبیه حضرت علی معرفی می‌کردند. زمانی نیز امام جمعه یکی از شهرستان‌ها گفته بود که خامنه‌ای هنگام تولد یا علی گفته است، که این مسئله باعث طنز در فضای ایران شد.
بعد از انتخابات خونین 88 و با سرکوب گسترده مردم، حامیان و نزدیکان خامنه‌ای از آنجا شکست وی را در خیابان‌ها دیده بودند، بر شدت تعریف و تمجید خود و تشبیه وی به امام اول شیعیان افزودند. اما سومین انتخابات پارلمانی عراق با موفقیت برگزار شد. این انتخابات نخستین انتخاباتی بود که بعد از خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا صورت می‌گرفت و از این رو از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. در این خصوص گفتگویی داشتم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن. آقای دکتر، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. خواهش می‌کنم. روی مبحث این هفته برنامه ما انتخابات عراق است. همونطور که می‌دونید آقای نوری‌المالکی تکیه زد بر تخت نخست وزیری عراق دو مرتبه. سوال اول ما اینه که شما اول یکم در مورد آقای مالکی صحبت کنید که عقبه ایشون چی هست، ایشون کجا بودن، چطور شد که اومدن به عراق و چطور شد که اومدن به نخست وزیر رسیدن. آقای نوری‌المالکی که حالا اخیراً دم عنوان دکترم براش می‌ذارن، حالا باز احمدی نژاد بیچاره رفت یه دانشگاهی و بالاخره یه دکترای گرفت، ولی ایشون یه شبه شد دکتر دم. یکی از این اعضای گروهش اومده بود میگفت آقای دکتر نوری‌المالکی. آقای نوری‌المالکی لیسانس دانشسرای معلمین در عراق و اون اولی که در واقع در دهه 70، پایان دهه 70 وقتی فارغ التحصیل شد یه مدت کوتاهی معلمی کرد، بعدم توی وزارت کشاورزی یا وزارت رفاه توی یکی از اینا به هر حال یه کار خیلی مختصری داشت و بعد که مرحوم محمد باقر صدر در واقع حزب الدعوه رو پایه‌گذاری کرد، ایشون از جمله کسانی بود که آدم بسیار متعصب و مذهبی شدید رفت تو حزب الدعوه و اون زمانی که صدام صدر رو به قتل رسون کشت و خواهرش بنت الهدا رو، ایشون به همراه یه دست کادرهای حزب الدعوه فرار کردن، اومدن به ایران و در ایران بودن و فعالیت میکردن، آموزش های نظامی میدیدن، بچه ها رو میوردن و کارهای تروریستی میکردن در اون زمان. بعدم ایشون در ایران آزادی عمل نداشت، رفت به سوریه و سالها در سوریه بود، عملا در ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعات سوریه و با اونا کار میکرد. در جریان سرنگونی صدام هم آقای مالکی مهره‌ای نبود، یعنی در حزب الدعوه یکی دو تا جناح داشتن، یکی حسین شامی بود، یکی دکتر ابراهیم جعفری بود که دبیر کل حزب الدعوه بود و وقتی هم اینا برگشتن به عراق حتی در شورای حکومتی اثری از آقای نوری‌المالکی نمیبینیم. این آقای جعفریه که در اونجا حضور داره، نه مالکی. و اتفاقی، یعنی واقعا مالکی اتفاقی اومد وسط. زمانی که دکتر عیاد علاوی در سال 2005 انتخابات رو برگزار کرد، اون مجموعه ائتلاف شیعه تعداد آراشون زیاد شد. بعد اصلا هم آقای نوری‌المالکی نامزده نخست وزیر نبود، یعنی دکتر ابراهیم جعفری بود، کسی بود که روش صحبت میشد ولی مالکی نبود. آقای عادل عبدالمهدی بود، آقای حسین شهرستانی بود، حتی احمد چلپی بود، ولی صحبتی هم مالکی نبود. ولی اون آخر به خاطر اختلافاتی که بین اینا ایجاد شد، سفیر جمهوری اسلامی در اون زمان آقای حسن کاظمی قومی در بغداد بعد از ملاقاتایی که با مالکی و با چند نفر از اینا داشت اومد و گفت مالکی و مالکی شد نخست وزیر. آقای نوری‌زاده، این که در سال 1979 آقای مالکی به علت یک عملیات تروریستی محکوم به اعدام شده، اعدام قیابی در بغداد در عراق، اون چطور؟ بله، من عرض کردم تو وقتی اومد ایران و اینا وقتی اومدن، یعنی در به خاطر همین محکومیت اومدن به ایران، در ایران هم که رژیم جمهوری اسلامی اومده بود کار تروریستی میکرد. حزب الدعوه اصولا یه سازمانیه که شباهت های زیادی به سازمان مجاهدین خلق داره، یعنی یه سازمانیست که ترور محوره، مسلسل تعیین کنندش بوده. در سوء قصد به جان طارق عزیز در بیمارس در دانشگاه مستنصریه عراق، سه نفر از اعضای حزب الدعوه بودن و صدام اومد اونجا قسم خورد که خونهایی که در دانشگاه ریخته هدر نخواهد رفت و چند روز بعد به ایران حمله کرد. یعنی یکی از دلایل حمله صدام به ایران حضور فرماندهی حزب الدعوه در ایران و همین عملکردی بود که انجام دادن. بعدم
آقای محمد مهدی آصفی که الان به عراق رفته، نماینده آقای خامنه‌ایه، ایشون هم پدرخوانده حزب ادعوه بود و این آقای مالکی رو تایید میکرد. بله، الان بسیاری از سنی ها میگن که آقای نوری المالکی انگیزه فرقه‌ای داره، یعنی طرفداری میکنه از شیعیان چون الان بر تخت ریاست نخست وزیری نشسته. شما اینو چطور میبینید؟ ببینید، عراق تقسیم بندی طایفه‌ای و مذهبی شده خود به خود. خب در این که شیعیان اکثریت رو دارن هم حرفی نیست، محروم بودن در حکومت‌های فلان حرفی نیست، ولی باز وقتی نگاه می‌کنیم در زمان صدام حسین می‌بینیم فرمانده ارتش عراق شیعه میشه، یا وزرای شیعه خیلی بودن، لطیف نصیف جاسم وزیر اطلاعات عراق که خیلی هم نزدیک به صدام بود شیعه بود و خیلی از این وزرا شیعه بودن، آقای حمادی و دیگران. اینه که این تبعیض مذهبی در زمان مالکی خیلی بروز کرد، به جهت اینکه مالکی تمام پستایی رو که سنی ها عهده‌دارش بودن هر کدومو به نوعی فلج کرده یا به نوعی در اختیار خودش گرفته. وزارت دارایی رو یا وزارت جنگ رو، درسته فردی که وزارت رو عهده‌داره به صورت کفیل سنیه، ولی عملا یه تابع آقای مالکیه. مالکی یه دیکتاتوری است که علارغم اینکه هیچ ویژگی دیکتاتور رو نداره، یعنی نه اقتدار شخصی داره نه، ولی با این وجود دیکتاتور معابانه عمل میکنه. گاردهای ویژه برای خودش درست کرده، بسیج درست کرده، سپاه درست کرده. الان نیروهایی که در شمال عراق در انبار دارن با داعش میجنگن میگن نیروهای مالکی، نمیگن ارتش عراق. بله آقای نوری‌زاده، یکی از مشکلاتی که الان در عراق هست، میگن اونایی که مجاهدینی که در اردوگاه لیبرتی هستن با گروه داعش و گروه تکفیری ها در ارتباطن، این یکی از مشکلات عمده البته مجاهدین در زمانی که در اردوگاه اشرف بودن با سنی ها و مخالفان دولت عراق در تماس بودن، با خیلی از گروه هایی که حزب اسلامی عراق که رهبرش آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهور بود، یا با آقای صالح مطلق که معاون نخست وزیره، مجاهدین با اینا در ارتباط بودن، ولی با داعش و با تروریستان نه. چون من یک نکته جالب بهتون بگم، داعش در خیلی از مواقع به ویژه در سوریه توسط سپاه پاسداران و استخبارات سوریه اداره میشه و داعش داره یه نقش بسیار مرموزی رو در نهایت به نفع جمهوری اسلامی بازی میکنه. چقدر جمهوری اسلامی نقش داشت در به قدرت رسیدن آقای نوری المالکی؟ چون ظاهرا ابراهیم جعفری مد نظر جمهوری اسلامی بود، ولی با این تفاصیل با مخالفت کردا روبرو شد. بله، ببینید جعفری فرد اول بود برای جمهوری اسلامی. متأ جعفری در دوران یک ساله‌ای که حکومت یا کمتر در اختیار داشت بسیار ضعیف عمل کرد، شخصیت ویژه‌ای از خودش نشون داد. یه دکتر بود تو لندن، اینجا توی کلینیک کار میکرد، یه دفعه شد نخست وزیر عراق. مثل خیلی های دیگرشون، افرادی غیر از دکتر عیاد علاوی یا شخصیت های مثل آقای بارزانی یا طالبانی که سابقه دارن، بقیه اینا سابقه مسئولیت سیاسی ندارن. به هر روی آقای مالکی اومد به عنوان یه آلترنتیو بدیل و جمهوری اسلامی هم هیچ وقت فکر نمیکرد این دو دوره بمونه. در انتخابات قبلی عراق اگه یادتون باشه در سال 2010 دکتر عیاد علاوی اکثریت آرا رو به دست آورد، ولی وتو جمهوری اسلامی باعث شد اون نتونه دولت تشکیل بده. مقتدی صدر ظاهرا یکی از مخالفینی بوده که نوری المالکی قرار بوده برای مرتبه سوم وقتی به نخست وزیر رسید، مقتدی صدر یکی از مخالفینش بوده. چی شد آقای دکتر که مقتدی صدر یک دفعه از سیاست کنار رفت؟ و اینکه نوری المالکی خیلی اصرار داشت که، چون آقای مقتدی صدر گفته بود اگر حمایت صدری نباشه امکان نداره که آقای نوری المالکی به نخست وزیری برسه، و آقای نوری المالکی سفری که به تهران داشت خیلی سعی کرد که شیعیان ایران رو متقاعد کنه، مرجع تقلید شیعه رو متقاعد کنه که حمایت کنن از مالکی. نقش جمهوری اسلامی وسط چی بوده؟ بله ببینید، آقای مقتدی صدر الان تهرانه، الان قمه و 3-4 هفته هم هست رفته، یعنی در واقع از موقعی که رای گیری شد بعدش جمهوری اسلامی احضارش کرد و اون رفت اونجا که جلوشو بگیرن در اونجا فعالیت نکنه علی مالکی. ولی امروز عمار حکیم هم مخالف مالکیه. هیچ کدوم مخالف این که قدرت دست شیعیان باشه نیستن، حتی الان تو این 3-4 روز جلسه داشتن که ائتلاف شیعی احیا بشه. مسئله رو فرده، میگن آقا
طبق قانونی که در پارلمان تصویب شده ولی هنوز رئیس جمهوری امضاش نکرده، هیچ رئیس جمهوری و رئیس دولتی بیشتر از 2 دوره متوالی نمیتونه قدرت داشته باشه و آقای مالکی نمیتونه برای بار سوم بیاد. قرار مالکی امروز بره به تهران، حالا باید دید، یا دیروز قرار بود باشه به تهران، حالا باید دید که آقای مالکی در سفرش به تهران میتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که همچنان علارغم مخالفت مردم و مخالفت اکثریت گروه‌های سیاسی از جمله شیعیان با ولایت سومین بارشان و خسروزیری بار سومش، آیا هنوز جمهوری اسلامی روش پافشاری میکنه؟ من فکر نمی‌کنم. الان اسامی دیگری مثل آقای حسین شهرستانی یا حتی احمد چلپی اینا مطرح شده که هر دو دارای روابط نزدیک با جمهوری اسلامی هست. سپاه چقدر نفوذ داره توی عراق؟ تمام در واقع آقای قاسم سلیمانی رو اسمش رو گذاشتن در عراق مندوب سامی، یا میگن حاکم اصلی عراقه، و قاسم سلیمانی در انتخابات نقش خیلی مهمه. ظاهرا ایشون با ایتالا سیستانی هم قبلا ملاقات داشته، یا اینکه بله آقای سیستانی هم میترسه، سکوت میکنه. آقای سیستانی هیچ بار جمهوری اسلامی رو تایید نکرده، هیچ بار ولایت فقیه رو تایید نکرده، اما در این حال تکذیب هم نمیکنه چون تمام دورش رو محاصره کردن. حتی تو کوچه‌ای که آقای سیستانی خانه‌ش اونجاست، تمام خانه‌های اطراف رو سپاه خریده و گفتن آقای سیستانی وقتی وضو میگیره میگه حتی من اگر دعا بخونم اونا دارن میشنون. یعنی تمام منزلش رو سیستم صداگذاری کردن و میکروفون. بنابراین آقای سیستانی یکی از علمایی که بلند شد علیه مالکی، که آقای بشیر و نجفیه که پاکستانی الاصله، که علیه مالکی گفت رأی ندید، ایشون الان بعد از انتخابات ریختن تمام طلای پاکستانی ها گرفتن که اخراج کنن به خاطر فشار آوردن به اون. الان آقای نوری‌زاده، غرب، آمریکا و غرب از این ولوش و عراق چه سودی میبرن؟ آمریکا چه سودی از این ولوش میبرن؟ آمریکا یا قبلا بارها از آقای مالکی حمایت کرد، بارها. آقای مالکی رفت با دیدن آقای اوباما و وقتی برگشت پرونده سازی علیه آقای طارق هاشمی کرد، معاون رئیس جمهور. و بنابراین این که آقای در واقع اوباما از نوری المالکی حمایت میکرده یه واقعیتی، ولی الان آمریکایی‌ها خوب دوستی با کردها هم دارن، با آقای دکتر عیاد علاوی و دیگران هم دارن، و در این فضا که میبینن مردم همه علیه مالکی هستن، میگویند که سفیر عراق در سفیر آمریکا در عراق تلویحاً با آقای مالکی گفته زمان بهتر مناسب به این زمان که شما کنار برید، در این پیروزی کنار برید که برای آینده برای خودتون فرصت ایجاد کنید. نه امریکا و نه بریتانیا، دو قدرتی که در عراق دارای نفوذن، هیچ کدوم الان موافق با بودن مالکی نیستن. شما الان آینده سیاسی عراق رو با این وضعیتی که هست چطور میبینید؟ اگر عراقی ها موفق بشن از سد مالکی عبور کنن، یه دولت وحدت ملی تشکیل بشه که در اون واقعا رعایت بشه، کردها، سنی‌ها، شیعیان غیر وابسته به جمهوری اسلامی، اینا حضور توش داشته باشن، عراق قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای داره برای اینکه تبدیل به یک کشور متنوع بشه. این دفعه تو انتخابات دیدیم گروهی از کمونیست‌ها و لیبرال‌ها برنده شدن. این نشون میده که جامعه عراقی حکومت مذهبی نمیخواد و بنابراین اگر به اینجا برسن عراق نجات پیدا میکنه. ولی اگر مالکی بمونه که یه فاجعه است، عراق دچار از هم گسیختگی خواهد شد و این در نهایت دودش به چشم ما هم خواهد رفت و به ضرر ایران هم خواهد شد. آقای نوری‌زاده، حالا شیعیان ایران خیلی سعی داره، به نظر شما فکر نمی‌کنید اینطور بشه که ایران خیلی سعی داره شیعیان رو خیلی قوی‌تر بکنه در منطقه؟ همونجوری که امروز هم خودتون هم در جریان هستین، مثل داستانی که مولوی عبدالحمید برایش گفت ما 20% از شیعیان، 20% از مملکت بیشتر نیستیم، ما سنی ها. فکر نمی‌کنین که ایران دنبال اینه که قدرت شیعیان رو در منطقه قوی‌تر کنه و منطقه رو با شیعیان در دست بگیره؟ علت کمک کردنش یعنی به عراق و به اینکه نوری المالکی رو یا یه شیعه رو بیاره رأس کار، فکر نمی‌کنین این باشه؟ ببینید مسئله شیعه نیست، طبیعتاً در عراق همه پذیرفتن که شیعیان اکثریت دارن و نخست وزیر مال شیعیانه. اینجا کوته نظری مقامات رژیمه که روی یک فرد اگه بخوان تکیه بکنن. نخست وزیر مال شیعیان، فرد دیگری رو بذارید، آقای علافی، آقای بارزانی، دیگران همه گفتن
ما با ریاست دولت توسط یک شیعه مخالف نیستیم، ما مالکی رو نمیخوایم. و بنابراین و بعدم جمهوری اسلامی کجا اعتقاد به دین داره که شیعه براش مهم باشه؟ نه، شیعیان ابزاری هن در دستش که از طریق این ابزار میخواد اعمال فشار و قدرت بکنه. تو بحرین این کار میکنه، تو جاهای دیگه میخواد بکنه. ولی یه نکته مهمه، اصلا دین برای اینا مطرح نیست. اینا از طالبان یه موقعی حمایت کردن، طالبانی که دیپلماتای ما رو کش، شهروندان ما رو کش، از بن لادن یه موقعی حمایت کردن. و الان هم شما ببینید داعش در سوریه با اینا ارتباط داره. خب داعش شیعه هم میکشه. یعنی منظورم اینه برای اینا دین و مذهب و اینا مطرحی قدرت مطرحه. خیلی متشکرم آقای نورزاده، خیلی ممنونم که به برنامه تشریف آوردید. متشکرم. جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو روز گفتگو با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند درباره 5 اقدام عملی دیگر که تا 25 اوت یعنی 3 شهریور ماه اجرا خواهد شد به توافق دست یافتند. توافق ایران و آژانس که گام 3 توافقات میان طرفین است در حالی اعلام شد که برخی رسانه ها از جمله رویترز روز گذشته خبر دادند که مذاکرات ایران و آژانس پیشرفت نکرده و متوقف شده است. رویترز نوشته بود دو طرف در حال مدیریت برای اعلام این شکست هستند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه این مشترک پیشرفت مذاکرات فنی فیما بین خود را خوب ارزیابی کرده و گفتند که طرفین بر سر 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با این توافق اعلام کرده از این 5 گام 3 اقدام مربوط به موضوعات جاری و 2 اقدام عملی در خصوص مسائل گذشته است. در بیانیه مشترک ایران و آژانس آمده است که نمایندگان آژانس و مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران با یکدیگر دیدار کرده و در این دیدار بر پیشرفت خوب 7 اقدام عملی که 3 پیش بر سر آن توافق شده بود تاکید شده است. ایران پیشتر متعهد شده بود که تا 25 اردیبهشت ماه 7 اقدام عملی برای شفاف سازی برنامه هسته‌ای خود را اجرایی کند. همچنین ایران و آژانس در چارچوب توافق همکاری دو طرف بر سر 5 اقدام عملی دیگر نیز به توافق رسیدند که قرار است این اقدامات از 3 شهریور ماه سال جاری از سوی ایران اجرایی شود. به موجب این توافق ایران متعهد می شود تا اطلاعاتی را در خصوص ادعای آزمایش چاشنی‌های انفجاری قوی از سوی جمهوری اسلامی در اختیار آژانس قرار دهد. پیشتر خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس در این موضوعی است که قرار است در مذاکرات یک روزه 30 اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار گیرد. این چاشنی‌ها مصارف دوگانه نظامی و اتمی دارد. طبق توافق 30 اردیبهشت ماه ایران همچنین متعهد شده تا در مورد هر گونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی در ایران به آژانس اطلاعات و توضیح دهد. طرفین در این حال بر سر فراهم آوردن امکان دیدار فنی بازرسان آژانس از مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ در ایران به توافق رسیدند. در این حال ایران متعهد شده تا تدابیر حفاظتی مرتبط با راکتور IR-40 را به سرانجام برساند. گفتن است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند 3 ماه به 3 ماه گام‌هایی را تعریف کنند. همچنین قرار است یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اقدامات عملی 6 در گام 2 منتشر کند. در حدود دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفته است تا کنون اجازه ورود کشورهای 5 به علاوه 1 را به بحث سیستم دفاعی ندادیم و تا انتهای مذاکرات هم اجازه ورود به این بحث را با آنان نخواهیم داد. به گزارش سپاه نیوز، عراقچی در همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه به سخنان خود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته در آنجا گفته شده که ما در همه موضوعات اختلاف داریم که یکی از موارد بحث موشکی است. و در ادامه با بیان اینکه کشورهای 5 به علاوه 1 به دلیل وجود بحث موشکی در قطعنامه اصرار به مذاکره دارند گفته است ما به آنها اعلام کردیم که سیستم‌های دفاعی کشورمان غیر قابل مذاکره است.
عراقچی افسوده است این مسئله از طرف ما خیلی روشن و واضح اعلام شده و تا الان اجازه ورود به بحث سیستم دفاعی را به آنها نداده ایم و تا انتها هم اجازه ورود به این بحث را به آنها نخواهیم داد. اظهارات عراقچی در حالی مطرح شده که دور چهارم مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین بدون نتیجه در هفته گذشته پایان یافت. بر مبنای توافق ژنو، جمهوری اسلامی توافق کرده است تا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای خود به طور موازی با آژانس و پنج به علاوه یک گفتگو کند. هدف از این گفتگوها حصول اطمینان از عدم وجود بعد مخفی نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این در حالی است که روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موضوع هسته‌ای را بهانه دشمنان برای فشار به جمهوری اسلامی دانست و گفت تلاش آنها این است که مردم را از ایستادگی منصرف کنند. اما همونطور که گفته بودیم گزارشی داریم از اوضاع زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی که خانم شیرین نجفی عضو کمپین دفاع از زندانیان سیاسی به اطلاعتون میرسونه. خسته نباشید میگم خدمت شما و بینندگان عزیز. یک سری گزارش در مورد زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی زندان رجای شهر و همچنین اوین و بند دوی سپاه بوده که من در خدمتتون هستم. در بند دوی الف سپاه آقای سراج الدین میردامادی که بیشتر از دو هفته است در حبس هستند و آقای محسنی اژه‌ای اظهار کاملا بی اطلاعی کردن در مورد ایشون و در حالی که آقای صلواتی گفتن که میخوان حکم این زندانی سیاسی، فعال سیاسی رو سنگین، بسیار سنگین بکنن که راه بازگشت فعالان سیاسی به کشور رو بکنن، در حالی که در دولت تدبیر آقای روحانی گفته بودن که راه رو هموار کردن برای بازگشت زندانی، برای بازگشت فعالان سیاسی و عقیدتی. بعد آقای محسنی اژه‌ای باز با تکرار این صحبت آقای صلواتی باز تکرار کردن که برای این کار میخواییم ممانعت کنیم از بازگشت فعالان سیاسی به کشور. و همچنین هفته پیش آقای ماشالله حائری زندانی سیاسی سال خورده که به 15 سال زندان محکوم شده بودن در زندان رجای شهر کرج به خاطر مریضی به بیمارستان منتقل میشن و با برخورد بد نیروهای امنیتی و انتظامی در همون بیمارستان دچار عارضه قلبی میشن و سکته میکنن. و آخرین خبری که دیروز اتفاق افتاد این بود که آقای بهزاد نبوی از چریک‌های پیر دوران شاهنشاهی و وزیر دولت آقای موسوی که تمام حبسش رو در تمام دوران حبس خودش رو برخلاف قانون در انفرادی‌های سپاه بوده از اوین آزاد شدن بعد از 5 سال. و همچنین اخراج 4 نفر از دبیران و معلمان اهل سنت به علت اعتقادات مذهبی در اداره آموزش پرورش سردشت و بوکان باعث شد از طرف نیروهای اطلاعات، یعنی از طرف اطلاعات آذربایجان غربی اخراج شدن که هر کدوم آقای ابراهیم رستمی 10 سال سابقه کار داشتن و همچنین آقای فریدون علیپور 4 سال سابقه کار داشتن و آقای مصطفی زاده 12 سال سابقه کار. و همچنین تقریبا 2 روز پیش در پی موافقت مسئولان دادگستری در زندان مرکزی تبریز با انتقال آیت بیگلو به زندان محلی زندان محل سکونتش در پی اعتصاب قضای خود پایان داد. آقای بیگلو اعتصاب قضا کرده بود که از زندان مرکزی تبریز به زندان محل سکونت خودشون انتقال پیدا بکنن که موفق شدن انگار. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هفته گذشته اعلام کرد کسانی که به خاطر حضور و رقصیدن در یکی از نسخه‌های ایرانی موزیک ویدیوی هپی به خوانندگی فارل ویلیامز در ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. یک منبع آگاه در گفتگو با ایران وایر جزئیات نحوه دستگیری و برخوردهای صورت گرفته با سازندگان کلیپ فارل را اینگونه توضیح داد: 3 روز پیش ماموران به خانه ریحانه ترابتی می‌ریزند.
آنها دستشان را روی چشمی آیفون قرار می دهند تا افراد خانه نتوانند تشخیص بدهند که چه کسانی پشت در هستند. پس از باز شدن در، ماموران نیروی انتظامی با اسلحه و دوربین وارد خانه می شوند. وسایل زیادی را از بین برده و فیلم می گیرند. یکی دیگر از بچه های گروه در خانه ریحانه مهمان بوده. این منبع آگاه درباره دستگیری دیگر بچه های گروه گفت ریحانه و دوست دیگرش با اسلحه تهدید می شوند که با دیگر بچه ها تماس بگیرند و به دروغ به آنها بگویند ریحانه مریض است و به این بهانه دیگر افراد گروه را به آنجا بکشانند. به گفته وی در مدت حضور ماموران نیروی انتظامی و رسیدن دیگر اعضای گروه این دو نفر حتی اجازه دستشویی رفتن هم نداشتند. پس از رسیدن دیگر اعضای گروه، همگی به ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی واقع در خیابان وزرا منتقل می شوند. آنها در انفرادی بازجویی شده و تمام وسایل شخصیشان چک می شود. از تمامی عکس‌های شخصی که در موبایل بچه‌های گروه وجود داشته، پرینت گرفته می شود و به عنوان مدرک در پرونده آنها نگهداری می شود. او درباره اعتراف جوانان کلیپ فارل مقابل دوربین‌های تلویزیونی می گوید بچه ها را لخت کرده و با زور اسلحه مجبور به کلاغ پر رفتن می کنند. آنها به اجبار جلوی دوربین قرار می گیرند. تازه تا قبل از اعتراف تلویزیونی با آنها گفته بودند که به اوین منتقل می شوید. گفتنیست خبر دستگیری جوانان ایرانی سازنده کلیپ فارل روز دوشنبه منتشر شد و فیلم اعتراف آنان به اینکه اقبال شدند از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. آنها در تهران برای شرکت در کمپین آهنگ شاد فارل با همدیگر روی پشت بام یکی از خانه‌های تهران کنار کولرهای آبسال رقصیدند. سرانجام این جوانان تهرانی روز گذشته به قید وثیقه آزاد شدند. یکی از کسانی که در این موزیک ویدیو حاضر شده بود در حساب اینستاگرام خود عکسی پس از آزادیش منتشر کرده و در زیر آن نوشت سلام، من برگشتم. از فارل و همه کسانی که نگران ما بودند سپاسگزارم. صدها نسخه خانگی موزیک ویدیوهای مختلف در 140 کشور در سراسر جهان ساخته شده و در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و اینستاگرام منتشر شده است. ویدیوی هپی ایرانیان بیش از یک ماه است که در شبکه یوتیوب در دسترس است. فارل ویلیامز خواننده ترانه هپی یا شاد در توییتی در حساب رسمی خود مقاله نیویورک تایمز را ذکر کرد و نوشت خیلی ناراحت کننده است که این بچه ها برای تلاش برای گسترش شادی دستگیر شدند. چند ساعت بعد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز با بازنشر سخنان سال پیش خود درباره شادی میان مردم ایران نوشت شادی حق مردم ماست و نباید به این رفتارهایی که از روی شادی است سخت بگیریم. روحانی در اولین ماه ریاست جمهوری خود در همایش افق رسانه در روز 8 تیر 1392 در محل همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما گفته بود شادی حق مردم است و نباید بر مردم و خصوصاً جوانان سخت گرفت. مردم ما خودشان اخلاق مدارند و نیروی انتظامی باید جوانان را دختر و پسر خود بداند. تذکر مردم قابل قبول است اما تحقیر مردم قابل قبول نیست. موزیک و ویدیو کلیپ هپی پس از انتشار در آمریکا به سرعت محبوب شد و بسیاری در اقصی نقاط جهان از جمله ارمنستان، لبنان، تونس، ایتالیا، ماداگاسکار و آفریقای جنوبی ویدیوی آن را بازسازی کردند. بازسازی این ویدیو که از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه‌های ماه‌های اخیر بوده است، در سراسر جهان رایج شده است و صدها نمونه از بازسازی این ویدیو و رقصیدن جوانان با این آهنگ در فضای مجازی دیده می‌شود. چندی پیش ویدیوی مشابهی با حضور و رقص شماری از مسلمان‌های بریتانیایی با این آهنگ در سایت یوتیوب با استقبال زیادی روبرو شد. با این گزارش به پایان این برنامه میرسیم. ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، این برنامه رو همراه با برنامه‌های دیگر ما میتونین در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه زیرنویس شده میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارین. منتظر نظرات شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.